کی اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می کند شدیم که استاد محمد رضا شجریان موسیقیدان کشورمون و استاد آواز این مرز و بوم ساعتی در این مرکز درمانی بیمارستان به سری هستند برای رسیدگی به امور سلامتیشون همونطور که میدونین استاد حدود 15 20 سال هست درگیر آرزه و بیماری بودند و در طی این سالها دست و پنجه نرم کردند با آرزه و بیماری سرطان و همچنان در تلاشند برای اینکه برای شما عزیزان آواز بخوانند و فعالیت هنری داشته باشند همراه ما باشین از وضعیت استاد مطلع بشیم عباسی لطف کردن و همراهی فرمودند با شبکه تی پلاس و قصر ما آخرین وضعیت استاد شجریان رو از ایشون بپرسیم هر زاده وقتتون بخیر سلام قربان روز شما بخیر چطور هستن استاد کی بستری شدن استاد دیروز تشریف آوردن اینجا بستری شدن و حالشون خوبه برای بعضی از چکاپ های دوره ای عکس و آزمایش و یه سری کارهایی که هر روز نمیشه رفت آمد مشکل براشون خب یکی دو روز اینجا میمونند و این کارها انجام میشه من مطلع هستم جناب پزشک به نوعی قدیمی و با سابقه ایشون هستین و از اطلاعات پزشکیشون کاملا مطلع هستین روند بیماریشون و مداوایی که تا الان روشون انجام شده بگین ممنون میشین خب خیلی طولانی است بیش از 20 سال سابقه داره بیماریشون و آخرین اقدامی که براشون انجام شده است یک رادیوتراپی در آمریکا بوده و مشکلاتی هم که ما داشتیم تا الان بیشتر عوارض اون رادیوتراپی هست و در حال حاضر استیبل وضعیت ثابتی دارند و, و برای بعضی از کارها برای کنترل یه مقداری گرفتاری هایی که ممکنه در اثر کم تحرکی باشه بستری شدن عکس میگیریم سونوگرافی میکنیم سی تی اسکن انجام میدیم و برای اینم تو بخش خاص خوابوندیم که محدودیت رفت آمد دارند ملاقاتشون رو ممنوع کردیم و به جز معالجین و اینا کسیشون رو ویزیت نمی کنیم ممنونم چون ما سری پیش که از طرف تیوی پلاس اومدیم اینجا گزارشی از آقای که رستمی گرفتیم و اجازه ندادن بر بالینشون حاضر بشیم این مقدار شاید پیش اومد که شاید اتفاقی افتاده مسئله ای هست میخوان پنهان کنن ولی شما این موضوع رد میکنیم بله صد در صد. صد درصد خود ایشون توصیه کرده بودن بر هومی کیارستمی که ملاقات نداشته باشن به خاطر اینکه خیلی شلوغ میشد و خیلی مزاحمت براشون بود و ایشون ترجیح میداد تو اتاق ایزوله باشن متلاسیم استاد شجریان ریه شون آب آورده پیرو همین بیماری ها ببینید آب آوردن به اون صورت که بفرمایید چیز حادی باشه نیست بیشتر بیمارانی که تحرک کمی دارن دید مشکلات رو دارن خوشبختانه چیز حادی نیست حتی امروز سی تی اسکن کردیم هیچ مشکل جدیدی نبود و کاملا رضایت بخش اوزا و امروز به مراتب از دیروز بهترند دو تا فردا مرخص میشه ممنونم از لطف شما و آمید. تلاش شما و تیم درمانی آرزو همه ما این هست که برای تمامی کسانی که قلبشون برای وطن و تلاشگران این کشور میتپه دعای ستره. سلامتی داشته باشیم و آرزوی طول خیلی ممنون و یک لطف کرد خیلی ما عزیزتر از استاد نداریم واقعا یک دونه سپاسگزارم ممنون داخل های یکت بهلوری هستیم از اطبا مرکز درمانی بیمارستان و پزشک جناب شجریان از آخرین اوضاع ایشون می‌خوایم مطلع بشیم من سلام عرض می‌کنم من ابتدا خدمتتون عرض کنم که با کسب اجازه از پزشک معتمد ایشون و خانواده ایشون دارم این مصاحبه رو انجام میدم با توجه به اخبار بسیار زد و نقیز و زیادی که از دیروز تا الان توی جامعه و توی سایت های مختلف هستش این اجازه رو گرفتم که این اطلاعات رو خدمتتون بدم استاد به صورت متناوب و با فواصل مشخص مدام در بیمارستان بستری می شدم برای کنترل هاشون حال عمومیشون هم الان کاملا مناسب هستش و انشاءالله ظرف یک دو روز آیند از بیمارستان با احتمال زیاد مرخص خواهند شد بستریشون یا آرز اصلیشون چیه؟ همون چکاپ های متناوب و دوره که ایشون داشتن و به اضافه اینکه با توجه به اینکه رگ مناسبی برای دریافت داروهاشون نبود ما یک وسیله به اسم پورت براشون تبیه کردیم که کل اتفاق همین بود حالا استاد علاوه بر اینکه استاد آواز خوبی هستن ما شنیدیم بیمار خوبی هم هستن و با این بیماری خوب مبارزه میکنن انسان فوق العاده ای هستن هم خودشون هم خانوادهشون من فقط یک صحنه ای رو خدمتتون عرض کنم از علاقه جامعه و از علاقه همکاران من به ایشون که دیروز من یک لحظه یکی از همکارانم رو دیدم که بالا سر ایشون وایستادن و پیشونی ایشون رو دارم میبوسن و دو نفر سه نفر دیگه از همکارای دیگه من که تو اتاق بودن پشت سر همین همکار من وارد شدم و یک بوسه بر پیشانی ایشون زدن ایشون یک اسم ماندگار در تاریخ ایران نه تنها در تاریخ موسیقی ایران در تاریخ کل ایران هستند و مطمئنا آرزوی من و تمام مردم ایران سلامتی ایشون و طول عمر ایشون خواهد بود حالا ما از جانب همه مردم اونایی که دوستشون دارند از شما و همکارانتون تشکر میکنیم زمین اینکه یه مقدار شایعاتی هم در فضای مجازی ایجاد شده نظر شما رو جبینه چیه و چه چی پاسخی میدیم؟ من به شایعات هیچ دقتی نمی کنم و فقط بر اساس حقایق صحبت می کنیم و حقایق تمام این چیزهایی هستش که من خدمتون عرض کردم و چیزی خارج از این عرایز من درست نیستش من شایدم خیلی تماسم زیاد گرفتن خبرنگار از شما اطلاعات بیشتری بگیرم من تا الان با هیچ جایی مصاحبه نکردم با هیچ خبرگزاری و هیچ منبعی مصاحبه نکردم چون این اجازه رو نداشتم و نه تنها در مورد ایشون در مورد تمام بیماران من اسرار پزشکی بیماران همیشه در پیش ما محفوظ هستش تا زمانی که خودشون اجازه بدن و یا همراهانشون اجازه بدن و این اجازه رو با توجه به جوی که از دیروز تا الان متاسفانه راه افتاده به ما داده شد که برای آگاهی جامعه ما اطلاعاتی در مورد ایشون بدیم و به خاطر همین الان در خدمت شما هستیم سرکار خانم یکی از همکاران ما هستند در یکی از روزنامه ها گویا از حوالی ظهر اینجان که برای ملاقات استاد چجر موفق نشدند بله استاد در بخش سی استری هستش و ما هم از دکترشون بگیری بودیم شرایطشون که گویا مساعد هستش و فردا مرخص میشه کسی برای ملاقات رو نیومد از مسئولان <applause> منظورم من. مسئولان من کسی رو ندیدم ولی از دوستانشون گفتن من اومدم گفتن صبح اومدم پسرشون آقای امان هم اینجا بودن آقای داوودی گنجی اینجا بودن آقای پازوکی که هم دکتر هستم از دوستان خاندیشون هم اینجا من دیدار داشتم باشون اینجا بودن حالا از بقیه رو نه کسی رو نیدم هست ما همچنان مستقر هستید اینجا آره ببینیم که کدومی که دلسوزان میان با سرزن تلاش کردیم تا بر بالین استاد شجریان حاضر بشیم اما با توجه شرایطی که داشتن و تمایل نداشتن برای ملاقات از این اقدام خودداری کردیم امیدواریم که همیشه سالم و سلامت باشند و قلبشون برای مردم ایران تپه گزارش بود از رضاب حسین مردی تیوی پلاس